درود و وقتتان بخیر به برنامه ورزش از آریانا نیوز خوش آمدید. در نخست توجه نمایید به چند خبر ورزشی. تیم ملی فوتبال افغانستان در آستانه بازی با عمان افزون بر برگزاری سومین جلسه تمرینی پا به توپ تمرینات فتنس را نیز انجام دادند. ملی پوشان فوتبال کشور در سومین بازیشان در مقدماتی جام جهانی 2022 قطر و جام ملت‌های 2023 آسیا پنجشنبه ساعت 7:30 شب به وقت کابل در ورزشگاه السیب به مساف عمان میزبان می روند. شیران خراسان پیش از رویارویی با عمان یک جلسه تمریناتی دیگر را نیز در آن کشور برگزار خواهند کرد. تیم بسکتبال سمندر کابل فاتح رقابت‌های بسکتبال سه نفره ولایت هرات شد. این تیم در دیدار نهایی این رقابت‌ها از صدر تیم احمدشاه عبدالی نماینده قندهار گذشت و جام قهرمانی را بالای سر برد. پس از کابل قندهار دوم شد و سرخپوشان هرات نیز به مقام سوم دست پیدا کرد. این رقابت‌ها از چهار روز به این سو میان 12 تیم به شمول کابل و قندهار به میزبانی هرات برگزار شده بود. تیم کرکت مصر عینک در چهارمین بازی لیگ شش دوش کرکت با تفاوت 9 دوش بند امیر را شکست داد. در پایان این دیدار نورعلی زدران از مصر عینک با انجام 77 دوش از سوی کادر فنی برگزاری رقابت ها به عنوان بهترین بازیکن زمین نیز شناخته شد. رقابت های لیگ شش دوش کرکت از 2 روز به این سو با حضور تمامی بازیکنان تیم های ملی الف و 19 سال کشور در قالب 6 تیم در ورزشگاه کرکت کابل آغاز شده است و تا یک هفته و نیم دیگر ادامه خواهد داشت. جام جهانی والیبال با پیروزی قاطع ایتالیا برابر مصر ادامه پیدا کرد. در ادامه مرحله گروهی جام جهانی والیبال مردان صبح امروز تیم ملی والیبال ایتالیا با ارائه یک نمایش برتر موفق شد تا با نتیجه قاطع 3-0 مصر را شکست بدهد. در دیگر بازی حساس کانادا با سختی و با نتیجه 3-2 در برابر تیم ملی تونس کسب برتری نمود. و بیننده عزیز، امروز در خصوص رقابت‌های اشپگیزه یا لیگ شش دوش کرکت بیشتر صحبت می‌کنیم. میهمان ما در برنامه آقای فردوس غنی کارشناس کرکت هستند. آقای غنی سلام بر شما و خیلی خوش آمدین به برنامه. تشکر. نخست سلام بر شما و بر تمام بینندگان تلویزیونی آریانا. سپاس آقای غنی. میشه در مورد ششمین دور رقابت‌های لیگ کرکت شش دوش بیشتر صحبت کنین؟ ششمین دور این رقابت‌ها چگونه آغاز شد و چه تغییرات نسبت به سایر دوره‌های قبلی داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بالکل لکه تاس چوری نو دا شپگم پڑاو دی دا شپگیز لیگ سیالیو. یقینا هر بار چکل دا سیالی پیل کیگی نو تغییرات پکې وي، ځینې مثبت او ځینې وخت هم لږ منفي اړخونه هم لیدل کېږي. په تیرو 15 ځلو شپږیزه لیګ کې 2018 شپږیزه لیګ موږ ټول په یاد لرو، په هغه شپږیزه لیګ کې ډېر زیات تغییرات په دې وو چې هلته ډېر زیات بهرني لوبغاړي په دغه لیګ کې شامل وو. د پاکستان، زیمبابوې، ساوت افریقا او د ډېرو غټو غټو هېوادونو لوبغاړي په دغه لیګ کې شتون درلود او ډېر په نوي رنګو سره په نوي انداز سره هغه لیګ ترسره شو. ساکل هم که چیرې د کوالټي لحاظ وګورو دغه لیګ هم ډېر ښه روان دی، ډېر ښه پیل شو. هغه د پیل مراسم هم ډېر ښه ترسره شو. بیا هم شپږ لوبډلې دي په دغه لیګ کې، نو ښه روان دي. تر اوسه پورې دغه 100 لوبې چې ترسره شوې، 15 لوبې البته ترسره شوې دي، ټولې لوبې ډېرې ښې ترسره شوې، لوبغاړو ډېرې ښې لوبې وکړې، نتیجې ډېرې ښې وې. بلخوا کیفیت د دغه لوبو د پخوا پرتله اوس بهتره دی، د هغه تصویر کیفیت. او له نیکه مرغه باید ووایو چې دا ځل هغه تصویر هم زموږ خپل د افغانستان پروډکشن دی، خپل ملي رادیو تلویزیون دی، نو دا زموږ لپاره د یو خوشحالۍ خبر دی. په میدان کې ځینې تغییرات راغلي. په لوبغالي کې تاسو ګورئ چې هغه سټینډ د تماشاچیانو لپاره هلته ځایونه جوړ شوي، سوري امکانات برابر شوي دي. نو سکل دغه لیګ تر نورو انشاءالله لا هم بهتر دی، ولې یوازې هماغه یوه نیمګړتیا لري چې زیات بهرني لوبغاړي سکل په دغه لیګ کې نه لوبیږي. یوازې برانډن ټیلر یو لوبغاړی دی چې د زیمبابوې وکټ کیپر لوبغاړی دی، هغه سکل په دغه لیګ کې د بوس ډیفینډرز لوبډلې سره لوبیږي. چه دلیل شد که بازیکنان بیرونی امسال حضور پیدا نکنند و چرا یک بازیکن خارجی حضور پیدا کرد؟ دو سه دلیل است اینجا. اول خویی که شما دیدین که ما یک لیگ ناو APL افغانستان پریمیر لیگ که از طریق تلویزیونی آرانان به نشر رسید،
اونجا هم زیاد بازیکنهای خارجی اصلا در او لیگ اشتراک کردن و دوم دلیلی هستن که در 2017 وقتی که ما شما مسابقات برگزار کردیم یک انفجار شد. متاسفانه بگویم که بعضی بازیکنهای خارجی ترسیدن، پس به این معنی که به خاطر دلایل امنیتی بعضی بازیکنهای خارجی خوش ندارن یا نمیخواین حاضر نیستن که بیان در لیگ بازی کنن. ولی برندن تیلر دیگه بگویم شاید بسیار یک آدم شجاع و بسیار یک بازیکن خوب، البته کلگی میشناسه، کسایی که با کرکت آشنایی دارن، او حاضر شدن و امسال بازی میکنه. در قسمت فروش بازیکن‌ها چقدر به شکل مساویانه تقسیم شده بازیکنهایی که کیفیت بهتر داره در تیم در همین 6 تیم؟ بله بالکل، شما میبینید که هر تیم از خود یک آنر داره، یک صاحب داره، یعنی کسایی که تجار هستن، بعضی اشخاص بسیار پرنفوذ و شناخته شده این تیم ها را خریداری کردن. این به این معنی که مهاجنه ای که میان آنها میپردازن، تمویل میکنن، آنها کوشش میکنن که بازیکن های خوب را در تیم خود جا بدن بگیرن و یقینا هر کس کوشش میکنه تا بازیکن خوب هم داشته باشه. ولی اینجا یک چیز خوبی هستن که ما شما بازیکن های سینیر کلشان نیست، 6 تیم هستن، پس به این معنی که تقریبا 80-90 بازیکن کار است برای 6 تیم، پس 80-90 بازیکن کلشان نه از تیم ملی هستن، نه از تیم ای هستن و نه هم از تیم 19 سال هستن. پس این جای خوب هستن که چانس برای جوان ها داده میشه، بازیکن های جوان که قبلا مردم با چهره آنها آشنا نیست، با پرفورمنس یا با بازی آنها آشنا نیست، مشما آنها را اینجا میبینیم، پلتفرم بسیار خوب است برای آنها که خود ثابت کنن و استعدادهای خود نشان بدن. پس هر تیم تقریبا تا که میبینیم مساویانه تقسیم شدن بازیکن ها، هم سینیر بازیکن است در هر تیم، هم از ای هستن، هم از 19 ساله هستن و هم از جوانهایی که نو دیگه ایمرجینگ از ظهور کردن، آنها هم در این تیم ها دیده میشن. تا اینجا کار عمل کرده کدام تیم ها بهتر بود؟ حالا که دو روز از مسابقات میگذره و امروز هم روز سوم مسابقات است، چگونه بود عمل کرد و همچنان فکر میکنید که تیمایی که در گذشته قهرمان شده بتانند دوباره قهرمانی خود را تکرار کنند؟ بازی اصلا به این معنی که یک سال از یک تیم است، دیگه سال از دیگه تیم است. امسال تالی زیاد بازی هم نشدن، فقط 5 بازی شدن، ولی در این 5 بازی مسینک و کابل ایگلز دو تیمی هستن که خوب میدرخشن نسبت به دیگرها. بند امیر تیمی بودن که پارس در سال 2017 قهرمان شدن در این مسابقات شپگیزه یا شش دویش، ولی امسال دو بازی کردن با کفتانی راشد، هر دویشان باختن، پس به این معنی که شاید آنها بعدا خود پس با این کمبک کنه با مویسلای کرکت، ولی تانوز مسینک و کابل ایگلز خوب میدرخشن. درخششان در چی بوده از دید شما؟ مسینک نقطه قوتش در چی بوده و کابل ایگل نقطه قوتش در چی بوده؟ در این لیگا مهمی هستن که تیم ورک شوند، هر آن تیمی که یک تیم کار میکنن، کلگی یک دیگر سپورت میکنن، حمایت میکنن، بازیکنهایی که سینیر هستن و زیاد میفهمن، آنها هم جوان ها را تشویق میکنن و آنها را حمایت میکنن، آنها را مثلا مشوره میده برشان، کفتان خوب داشته باشه، این بسیار مهم است که در مسینک ما میبینیم که نبی است اونجا، یک واقعا که کفتان بسیار موفق است، قبلا از تیم ملی هم بودن. دیگه طرف در کابل ایگلز اونجا از غرسانگزه هستن و دیگه بازیکن ها هم بسیار خوب در تیم گرفته شدن و خوب کپتنسی میشه و تیم ورک بسیار خوب دارن، از این خاطر دو تیم بهتر میدرخشن. در قسمت استقبال بگوین، با اینکه گفتین تلویزیون ملی افغانستان امسال موفق شد نشر این مسابقات بر عهده بگیره و همچنان استقبال چگونه از کرکت بورد افغانستان پیش از این مسابقات، اما جایگاه تماشاچیار هم همونطور که شما اشاره کردین اونا را ترمیم کرد و چیزهای جدیدی در ورزشگاه ایجاد کرد، چقدر استقبال خوب بوده تا بال؟ هر چیز بسیار خوب بود. فنز یا هواخواهان کرکت که هستن، علاقمندان کرکت، آنها هم خوش هستن از بعد به مو امکانات که امسال بر آنها در نظر گرفته شدن، هم از نگاه میدان بازی و هم از نگاه کیفیت و تصویر و پروڈکشن و این چیزا. ولی باز هم یک موضوع اشاره می کنیم که اصلا هواداران یا علاقمندان کرکت هم امسال حضورشان در میدان کم رنگ بوده در مثلا 3-4 مسابقه اول. دلیلشان هم جام جهانی هستن، جام جهانی 2019 که ما شاهد بودیم، اونجا کم مشکلات بودن در تیم یا هم اکثر علاقمندان از بعض بازیکنهای تیم ملی به حساب خفه هستن. ولی ما از می استیج میگم جای هستن که برشان بگویم که
هر کس اشتباه میکنه اگر بازیکن باشه اگر قهرمان باشه ولی ما شما هم قهرمانی و هم افتخاراتی که برای ما شما کسب کردن آنها را باید فراموش نکنیم و از این گفاتیر شویم باز هم باید بازیکنان خود تشویق کنیم بیایم از نزدیک هر مسابقه را ببینیم امکانات برابر است هر چیز مساعد هستن باید تیم و بازیکنان خود تشویق کنیم تا در آینده ما شما دیگه هم بازیکنان بهتر داشته باشیم و رنکینگ ما شما دیگه هم بالاتر برون قصه که ما شما امروز هم میریم در جدول رده بندی جهان بسیار خوب چقدر فکر میکنید آقای غنی که از دل این مسابقات ما بتانیم چهره‌های جدید را به تیم‌های ملی رده‌های سنی و بخصوص رقابت‌های لیگ EPL که ما پیش رو داریم معرفی کنیم یکی از اهداف مهم این لیگ هم همی هستن چون لیگ داخلی هستن و امسال زیادتر چانس هم برای بازیکنهای ملی و جوان داده شدن توقع می روند که از این مسابقات ما باز هم یک تقریبا در حدود 10 نفر جوانی که ما برشان چانس دادیم امسال از یک 10 نفر ما شما پیدا کنیم تا آنها را قسم که شما اشاره کردین در تیم های 19 سال برای آنها چانس بدیم در تیم های لیست ای برای آنها چانس بدیم در APL افغانستان پریمیر لیگ برای آنها چانس بدیم تا آنها دیگه هم خود ثابت کنن و توجه مردم جهان هم جذب کنن و مثل راشد خان و نبی و مجیب که بسیار در وقت کم درخشیدن و در لیگ های خارجی بسیار خوب بازی میکنن برای ما شما افتخارات کسب میکنن این جوان ها هم مخصوصا بدرخشن و ان شاء الله برای ما شما افتخارات بیشتر در گذشته آیا لیگ شش روش بازیکنهای را چهره ساخت و معرفی ساخت به تیمای ملی اگر شما نام بگیرین کدام بازیکنها از دل همین مسابقات چهره شدن و به مردم افغانستان معرفی شدن؟ بازیکنهای جوان اکثر مثلا مجیب اگر ما شما نام ببریم مجیب رحمان یکی از این بازیکنهایی که بسیار موفق است امروز او هم تقریبا از می لیگ شپگیزه ما شما پیدا کردیم راشد خان با وجودی که قبل از این بود ولی در شپگیزه بسیار خوب درخشید از اونجا یک توجهی مثلا سلکترها مردم جذب کردن تا اینکه بسیار پیش رفت فعلا جوان های هستن مثلا رحمان الله گربوز است قبلا هم بسیار خوب درخشیده فعلا هم بسیار خوب میدرخشه نجیب الله ترک است یک بازیکن که در امیل از امیل لیگ ما پیدا کردیم و بسیار خوب میدرخشه پس هم قسم ده ها جوان های هستن که از لیگ ما به دوست آوردیم و فعلا به نفع افغانستان در تیم ملی بازی میکنن و بسیار خوب میدرخشن آقای غنی شما به عنوان کارشناس کرکت بدون شک خبرهای جهان هم تعقیب میکنید آیا فکر میکنید که کشورهای لیگای معتبر جهان توجه دارن به این مسابقات و دقیقا بازی ها را آنالایز میکنن و میبینن کدام بازیکن ها درخشش خوبی دارن که در آینده بتونن جذب باشگاه های خود بسازن واقعا میبینن اصلا کسایی که مثلا کریکت دوست دارن و علاقه به کریکت داشته باشن آنها حتما هر جایی که لیگ داخلی باشه یا هم بین المللی باشه او را تعقیب میکنه و بالخصوص افغانستان خود توجه تمام جهان جلب کرده در کریکت حتما علاقه مندان و دیگه مو کسایی که در کریکت هستن مثلا از هندوستان و چیزا دیگه بردا که هستن آنها میبینن این مسابقات تماشا میکنن ولی شاید مستقیم از اینجا آنها نتوانن یا هم نخواهند که یک بازیکن از اینجا انتخاب کنه چون اگر استاندارد ما شما مقایسه کنیم از این لیگ و لوک های کم فرق میکنه ما شما امکانات ما نوز کمتر است با وجودی که ما شما استعداد ما شما از آنها شاید بهتر باشن اما در امکانات اگر ببینیم مثلا موضوعاتی که اشاره میکنیم میدان ما شما نوز مثلا میدانی نیستن که باید معیاری باشه جهانی باشه ولی امکانات ما فعلا همینقدر هستن کوشش میکنن ان شاء الله همیال تصامیم گرفته شدن پلان ها گرفته شدن تا در افغانستان ما شما سه میدان بسیار معیاری مثل هندوستان و کشورهای دیگه بنگلادش داشته باشیم بدن لیگ ها ان شاء الله رشد میکنن جوان ها هم رشد میکنن بازیکن ها هم رشد میکنن وقتی میای که ان شاء الله مستقیم از اینجا بازیکن های ما شما به لیگ های خارجی و به جاهای دیگه گرفته میشن اگر یک کم روی تیم ملی هم صحبت کنیم ما مسابقات جام جهانی 2020 20 آوره را پیش رو داریم با توجه به اینکه این لیگ هم 20 آوره است چقدر فکر میکنید که بازیکن های ما بتونن در این رقابت ها خود حتی آماده بسازن به مسابقات جام جهانی بسیار مهم است با وجودی که برای جام جهانی ما شما هنوز یک سال تقریبا داریم چون در نوامبر سال 2020 هستن زیاد وقت هستن و این لیگ ها یقینا بسیار مفید هستن بسیار فایده میکنن و هر جای عام هم قسم است وقتی جام جهانی 50 اوره در پیش روی باشه یک کشور باید کوشش کنه بازیکناش باید کوشش کنه که بازی های 50 اوره را بازی کنن پیش از اون جام اگر یک سال پیش باشه 2 سال پیش باشه باید تا آماده بسیار خوب باشن برای جام جهانی که یک ایونت بسیار کلان است و فعلا یک سال داریم تصمیم بسیار خوب است این لیگ بسیار زیاد مفید است برازو ان شاء الله که ما شما برای سال در سال 2020 پیش از جام جهانی APL افغانستان پریمیر لیگ هم دوم
سیزنشان باید انجام شوند پیش از او تا بازیکن‌ها بخی خوب آماده باشند برای جام جهانی 2020. فکر میکنید اگر روز ما هم منتظر آمدن صلح در افغانستان هستیم، روز اگر افغانستان آرامی شود، فکر میکنید که پیل اگر در کابل برگزار شود، اشبگیزه دیگر برگزار نخواهد شد و جایگزین این لیگ ملیگ برتر کرکت افغانستان خواهد شد؟ بله، دو لیگ اصلا درست نیست. فعلا دلیل همی که ما اشبگیزه را اینجا برگزار میکنیم و ای پی را در دبی یا در کشورهای دیگه شاید هندوستان هم امکان داره که برگزار شد. امی هستن تا که اینجا ما شما برای بازیکنهای داخلی زیاد چانس داده بتانیم و اونجا ما مثل امولیک های دیگه مثل ای پی ال و بیگ بش و مثل آنها بدرخشیم و مارکت زیاد کنیم برای کرکت خود، تجارت زیاد کنیم سر کرکت خود، برای بازیکنها زمینه رو مساعد کنیم که آنها دستاور زیاد داشته باشه، استعدادهایشان بیشتر شوه، نشان بتن بر تمام جهان. بله، اگر ای پی ال اینجا میه به افغانستان انشاءالله امیدوار هستیم، توقع داریم که صلح بیا، امنیت باشه اینجا، پس تمام بازیکن‌ها آماده هستند. مثل که دشبگیزه در 2017 بسیار بازیکن‌های کلان آمدن، مشهور آمدن اینجا، آنها باز اینجا بین، باز وقت ضرورت شاید دشبگیزه نباشه و ما ای پی ال ما شما پیش ببریم. بسیار خوب، به عنوان آخرین سوال، از دید شما کدام تیم ها شاید به دیدار نهایی شش دوش راه پیدا کنند؟ به نظر من بازیکن‌ها را که می‌بینم و نتایج چند بازی نخست که می‌بینم، امید دو تیمی که قبلا نام گرفتم شاید میسهنک و کابل ایگلز چانس بیشتری داشته باشند. پیش از این یعنی تجربه قهرمانی داشتن؟ بله، هر دویشون میسهنک هم یک بار قهرمان بودن، کابل ایگلز هم یک بار قهرمان بودن، یک بار دیگه هم بندی امیر که پارسال 2017 قهرمان شدن و دو بار سپینغر تایگرز قهرمان شدن. بسیار زیاد سپاس آقای فردوس غنی، کارشناس کرکت، از حضورتان در بحث. تشکر شما. و بیننده عزیز، چند خبر کوتاه ورزشی. تمرینات تیم ملی فوتسال افغانستان برای آمادگی هرچه بهتر در رقابت‌های مقدماتی قهرمانی 2020 فوتسال آسیا در تالار ورزشی مولا علی ادامه پیدا کرد. شاگردان عبدالرزاق مامریک نخستین بازیشان را در مقدماتی آسیا اول عقرب برابر ازبکستان برگزار می‌نمایند. به روز دوم همین ماه با تاجیکستان دیدار می‌کنند و سوم عقرب نیز به مساف نپال می‌روند. تمرینات تیم ملی تکواندوی افغانستان برای حضور در رقابت‌های مقدماتی المپیک 2020 در کابل آغاز شد. رقابت‌های کسب سهمیه المپیک 2020 در رشته تکواندو تا کمتر از 3 ماه دیگر به میزبانی کشور چین برگزار می‌شود. آلمان تیم 16 رده‌بندی فوتبال جهان امشب در یک دیدار دوستانه به مصاف آرژانتین تیم 10 جدول رده‌بندی فیفا می رود. یواخیم لو سرمربی تیم ملی فوتبال آلمان برای نخستین بار است که ندیم امیری بازیکن افغان الاصل باشگاه لورکوزن را نیز برای این دیدار دعوت کرده است. پس از اینکه تیم شیکاگو فایر نتوانست به مرحله پلی آف لیگ حرفه‌ای آمریکا صعود کند، باستن شوانشتایگر ستاره آلمانی این تیم به طور رسمی از دنیای فوتبال خداحافظی کرد. اشتایگر در زمان بازیگریش سهم بزرگی در قهرمانی آلمان در جام جهانی 2014 برزیل داشت و همچنین در رده باشگاهی با بایر مونیخ 8 جام بوندسلیگا و یک لیگ قهرمانان اروپا را کسب کرد و با منچستر یونایتد انگلستان نیز موفق به کسب جام حذفی گردید. شایعات امروز فوتبال ایتالیا بالاخره به حقیقت پیوست و مارکو جان پاولو تنها بعد از 7 بازی هدایت میلان از سوی مدیران روسنری از این تیم اخراج شد. به نظر می رسد باشگاه میلان حالا به دنبال امضای قرارداد با استفانو پیولی سرمربی پیشین انتر میلان و فیورنتینا است. ژرژ و آیه بازیکن پیشین تیم‌های فوتبال پاریس سن ژرمن و میلان که هم اکنون رئیس جمهور بر حال کشور لیبریا است، روز گذشته در تمرینات تیم ملی کشورش حضور پیدا کرد و با بازیکنان به تمرین پرداخت. و آیه در سال 1995 و بعد از کسب عنوان آقای گلی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا، عناوین بهترین بازیکن سال آفریقا، اروپا و جهان را نیز به دست آورد. او بعد از اینکه آخرین سال‌های حضورش را در فوتبال امارات سپری کرد، کفشایش را آویخت و در یک تغییر جهت جالب پا به عرصه سیاست گذاشت.
پایان برنامه ورزش. ممنون از این که با ما بودین.